رسانه‌های گروهی به ویژه رسانه‌های الکترونیکی آنلاین مانند فیسبوک، توییتر و وبلاگ که به قیام مردم در سراسر جهان دامن زده‌اند، اکنون انقلابی نیز در نحوه ارتباطات، مبارزات و فعالیت‌های سیاسی آمریکا ایجاد کردند. در همین رابطه پرزیدنت باراک اوباما نیز روز گذشته در کاخ سفید با استفاده از توییتر گفتگوی زنده با شهروندان آمریکا داشت که به دلیل آنکه اولین رئیس جمهوری جهان به شمار می رود که دست به چنین اقدامی زده، پرزیدنت اوباما نشست توییتری خود را تاریخی خواند. رئیس جمهوری آمریکا در اوایل سال جاری نیز از طریق فیسبوک و یوتیوب گفتگوی زنده با مردم برقرار کرده بود. The United States, whenever it has. پرزیدنت اوباما در گفتگوی توییتری خود در رابطه با بالا بردن سقف بدهی آمریکا تشریح کرد که در گذشته معمولاً هر زمان که آمریکا با کسری مالی مواجه می‌شد، وزارت خزانه داری با تصویب کنگره دست به فروش اوراق قرضه و یا بالا بردن سقف بدهی آمریکا می‌زد. ولی اکنون قانونگذاران جمهوری خواه تهدید کردند که ممکن است افزایش سقف بدهی آمریکا را به تصویب نرسانند که در این صورت خزانه دولت خالی و دولت قادر به پرداخت اقساط بدهی خود نخواهد شد که با کاهش اعتباری کشور این امر بحران مالی دیگری را به وجود خواهد آورد. پرزیدنت اوباما از قانونگذاران جمهوری خواه به دلیل رد افزایش مالیات بر ثروتمندان شدیداً انتقاد کرد و هشدار داد که قانونگذاران جمهوری خواه نمی توانند تصویب لایحه بالا بردن سقف بدهی آمریکا را منوط به عدم افزایش مالیات بر ثروتمندان کنند. و اما در تحول دیگر، کریستین لاگارد رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول روز گذشته اولین کنفرانس خبری خود را برگزار کرد. او بازسازی اقتصاد جهانی را نابرابر و نامتعادل خواند و گفت که رشد اقتصادی کشورهای عمده در حال رشد به مراتب بیشتر از کشورهای بزرگ صنعتی غرب است. خانم لاگارد زمانی به ریاست صندوق بین‌المللی پول برگزیده شد که جهان با بحران‌های مالی غرب و صندوق بین‌المللی پول با مشکلات داخلی روبروست که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. خانم لاگارد به عنوان اولین زنی که به ریاست صندوق بین‌المللی پول برگزیده شده، قرار است روز جمعه فردا در مورد ترخیص بخش دیگری از وام اضطراری به یونان تصمیم بگیرد. کوروش نادری، صدای آمریکا.